وقال الله الله تعالى ميغا ولقد همت به ديغام سوال شميغا يقينا اراده كرد زليخا به بيوسف امو اراده سو وهم بها ديجخو مختلف تفاسير آمده يك تفسيرش اتو آمده وهم بها قصد کرد یوسف بها و زلیخا، یعنی هم بضربها، هم بضربها، بدفعها، اراده کرد به دفع زلیخا، به ضرب زلیخا. این تو چی بد میکنی؟ این یک تفسیر. دیگه تفسیرش تو آمده و هم بها میگه ده ای کلام در این آیت شریف تقدیم و تاخیر است. ولقد همت بهی، یقینا زلیخا به یوسف اراده کرد اما قصد سوء کرد و هم بها هم اراده می کرد لولا ار آبرهان ربه اگه ای نمی دید اما دلیل قاطع پروردگار خود را اگه ای دلیل پروردگار را نمی دید اگه یوسف برهان رب را نمی دید لهم بها این چی می کرد؟ اراده می کرد خب آل یوسف دلائل براهین الهی را دید پس اراده نکرد. این توجیه دوم است. توجیه سوم ای تو آمده که نه یوسف هم اراده کرد باز از اراده خود منصرف شد و ای در حدیث شریف میاید من هم بسیئت ولم یعملها کتبها الله حسنا کسی که میگه اراده بد بکنه باز بد را نکنه خودش بگوید که بان چرا بد را میکنی گیر الله برش چی نوشته میکنه؟ یک نیکی نوشته میکنه. چرا یک نیکی نوشته میکنه؟ خود اراده بد، او کاری بد است و از اراده بد خود را منصرف کردن یک کار خوب است. تو خود یک کار خوب کردی از اراده بد خود را منصرف کردی. از کار بد خود را منصرف کردی. میگه یوسف علیه السلام هم متو بود. اراده کرد. باز از اراده خود منصرف شد. پس چی شد؟ یک نیکی شد. كذلك لنصرف عنه السوء الله تعالى میگه ما با یوسف امیتو معامله کردیم یرا از او کار بد باز داشتیم یرا از او منصرف کردیم چرا لنصرف عنه السوء تا ما از یوسف بدی را دفع بکنیم و دامن یوسف داغ بد نباشه با عزت و با حیثیت یوسف داغ بد نباشه والفحشاء تا از یوسف ما فحشاء و بی‌حیایی را دور بکنیم چرا؟ انه من عبادنا المخلصین یقینا او از بنده های ما بود معنای اول میکنیم المخلصین آن بنده هایی که او را الله خالص گردانیده بود و توفیق و بنصرت و بمعونت و بهدایت پس او کسی را که الله خالص گردانیده باشه در ما بین تمام بنده های خود بنصرت و بتوفیق و بهدایت و بمعونت او بنده آل در فحشا و در بی‌حیایی و در کار بد مبتلا میشه؟ نه، معنای دوم انه من عبادنا المخلصین یار دو قرآت متواتر از در امیجا یقینا یوسف بود از بنده های ما آن بنده هایی که من المخلصین از بنده های مخلص بود امرای ما اخلاص داشت در تمام اگه کارهایش اراده صرف الله را میکرد پس که اراده صرف الله را میکرد آل کید زنا و فریب زنا سر ازی غلبه نمیتونه این از جال شیطانی خلاص شد به سبب اخلاصش که با الله تعالی اخلاص داشت این خلاص شد این به اصطلاح او اهمیت اخلاص بود آل اگر شما ببینین در حالات کنونی افغانستان که اوجه مثلا امریکایی آمد انگریزا آمد، کانادایا و دیگه و دیگه و دیگه و کدام چل مملکت کفری و ایتو ممالک آمد و یک نظریه و عقیده جمهوریت و دیموکراسی و سیکولاریستی و ایر آورد ایرم باز بخیر در درسهای بعدی ارکدامیش توضیح میکنیم وضاحت میکنیم حال دهی نظریات بسیاری ما ببینیم که علما بود، شیوخ بود، علمای حدیث بود علمای دین بود در جال کافرها و دیاگیر آمدن چرا؟
در عبادت و اطاعت خود اخلاص نداشتن. بسیار ایتو کسایی بود که مثلا و پیش از این کدام کلان شیخ الحدیث نبود، شیخ القرآن نبود و دیگه به اعتبار علمی آنقدر شهرت نداشت، و که در عبادات و اطاعت خود اخلاص داشت، از کل جالا و داما الله تعالی او را نجات داد. مثلا مثل ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمتا واسعه، اون با پروردگار خود در کارای خود به اعتبار گمان ما و فکر ما که اخلاص داشت، اون از همگی جالا و داما و دسائس کفار نجات یافت، با مو نظریه خود با معقده خود ثابت و محکم ما. حالا اگر شما مراده دارین که ثابت باشیم به حق و گمراه نشویم، بیراه نشویم، راه را گم نکنیم، در عبادات خود اخلاص پیدا بکنیم. ما و شما گفته بودیم بعضی سخنا است که او با اخلاص منافات ندارد. اگر او موجودم شود، یه به اخلاص تو کدام ضرر نمیرسان. یکی از او گپایی است، اگر تو یک کار خیر را بکنی، تو صرف بخاطر الله میکنی. و یک کس تو را ببینه و تو صفت تو را بکنه که ولی تو یک کار میکنه، یه با اخلاص تو کدام منافات نداره. مثلا یک کس نماز میخونه در وقت اشراق و در وقت ضحا و دیگه در خانه خود میخونه، خوب در جای خلوت میخونه، در می وقت یک میمان میاد، میمان آمد بچه ای تو را، برادر و پسر و ایره میگه کجاست پدرت برادرت، تو باش من ببینم، ولی او نماز میخونه. آلی با اخلاص تو کدام ضرر نداره. ابو ذر رضی الله تعالی عنه به نبی علیه الصلاه والسلام گفت، میگه یا رسول الله، ارأیت الرجل یعمل عمل من الخیر؟ میگه یا رسول الله، تو خبر بده به من، یک کسی هست و یک کار خیر میکنه، کار خیر به خاطر الله میکنه، و یحمده الناس علیه، باز مردم مدح او را میکنه، ستایش او را میکنه به کار خیرش، مردم میگه فلانی را الله تعالی اجر و ثواب بده، تو کار خوب میکنه. میگه ای آل ریا است یا نیست؟ ای به اخلاص تاوان داره یا نداره؟ قال نبی علیه الصلاة والسلام گفت، تلک عاجل و بشر المؤمن، یه میگه امو خوشخبری نزدیک مؤمن است. الله تعالی برای مؤمنا از کارهای خیرشان سه خوشخبری میتن. یک خوشخبری در دنیا میتن، یکی که باز در قبر رفتی اونجا ملائکه برات خوشخبری میتن از اعمال خیر تو، یکی باز در آخرت میباشه روز قیامت میباشه که اون جنت است بخیر. میگه این خوشخبری دنیوی تو شد دیگه. این میگه و مثالش میگه، میگه این تو است که یک شاگرد خوب درس میخوانه در مدرسه و در مکتب و دهی، و استاد برش میگه که انشالله تو اول نمره میشی، حالی انوز امتحان نشده، برای عظیم و اطلاعنامه و رزلتش نداده و یک خوشخبری برش حاصل شد. حالی توم که بخاطر الله یک کار خیر میکنی، مردم توصیف تو را میکنه، گویا که ای از خوشخبری های اخروی تست دیگه که بخیر داخرت هم امی تو توصیف میشی از طرف الله، از طرف ملائکه. یه مسئله میگه در آیت شریف همین مضمونی که در حدیث ذکر شده که تلک عاجل و بشرا المؤمن، یک تفسیر از تفاسیر این آیت شریف شده. در قرآن کریم یک آیت است همین مضمونی که در حدیث ذکر شد، حدیث روایت مسلم است، همین مضمون حدیث را در یک تفسیر این آیت گفته، آیت شریفی ترست، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، مؤمنان را خوشخبری می باشد در حیات نزدیک دنیا و فی الاخره، و مؤمنان را یک خوشخبری یک مژده در آخرت هم می باشد. لا تبدیل لکلمات الله، تبدیل قبول نمی کنه فیصله الله، ذلک هو الفوز العظیم، این یک کامیابی بسیار کلان است که به کسی در دنیا و در آخرت مژده نجات بیاید.
در این آیت شریف لهم البشرا فی الحیات الدنیا. در این میگه سه تفسیر شده. یک تفسیر شده به رؤیه صالحه، تو یک خواب بسیار زیبا ببینی که مثلا عبدالله ابن سلام این خواب دیده بود که ما خواب میبینم یک ستون است و در بالای ستون یک حلقه است. مرا میگه یک کسی میگه که بالاشو به ستون، میگه که ما به ستون بالا میشم خوب بالا نمیتانم. میگه یک دیگه کس مرا از پایین میگیره ما دیگه بالا میشم، در بالا حلقه میباشه و حلقه را ایتو میگیرم محکم. میگه امو در دست ما بود که ما از خواب خستم. نبی علیه السلام گفت میگه یه حلقه و حلقه اسلام است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. یقینا و چنگ زد خود را گرفت با محلقه بسیار محکم، لانفصام لها، که او حلقه باز بریدن و قطع شدن نداره. میگه تو انشالله به حق ثابت می باشی. لهم البشرا میگه یک معنایش ای شده که یا در دنیا خوابهای زیبا زیبا می بینن. در حدیث شریف میگه فهی الرؤیا الصالحه یراها المسلم او ترا له. میگه ای خوابهای زیبا است که یا خود مسلمان می بینه یا دیگه کس برش می بینه. ما تو را بسیار خوب به خواب می بینم، تو مرا بسیار خوب می بینی. یه معنای این آیت شد لهم البشرا فی الحیات الدنیا. یکی تفسیر دومش آمده میگه المراد بالبشرا ای چی است؟ ای ام توصیف و ستایش مردم است که مردم تو را توصیف میکنه، ستایش میکنه. تو قصد و اراده توصیف را نداری، نه بخاطر از او کار میکنی، از تو معاملت با الله است. تو کل کارو بار تمرای الله است، تو خو مخلص هستی، غیر از الله دیگه کس را اراده نکردی. خو مردم که سر تو خبر میشه توصیفی تا میکنه. میگه یه توصیف مردم یه لهم البشرا فی الحیات الدنیا. زهری و قتاده میگه میگه لهم البشرا یه میگه وقتی که فی الحیات الدنیا، میگه وقتی که آدم میمیره، آدم نیکوکار و مؤمن، در این وقت میگه ملائکه برش میگه ایر خوشخبری میته که ما تو را براحت و ما تو را به جنت و به این خوشخبری میته. این تفسیر از دعا بود و یا این تفسیر خود تایید کرده به این آیت شریف تتنزل علیهم الملائکه، نازل میشه به مؤمنان ملائکه در وقت مردن، در وقت قبض روح. الله تخافوا ولا تحزنوا، خفه نشوید، غمگین مشوید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و به شما خوشخبری داده میشه و به آن جنت هایی که به شما وعده داده میشه. این در تفسیر این آیت لهم البشرا فی الحیات الدنیا ده سه قول آمده بود. یک قول الرؤیا الصالحه و تحسین و توصیف مردم، سوم نزول ملائکه عند الموت. پس تو که عبادت و اطاعت را به خاطر الله میکنی، یک کس توصیف تو را بکنه، تحسین تو را بکنه، تو اراده تحسین و توصیف از وره نداشته باشی، ای به اخلاص تو کدام تاوان نمیرسانه، نه به اخلاص تو کدام ضرر داره. ای خلاص رجل را العابدین فنشت للعبادت لرؤیته من هو انشت منه. یک کسی از تو دیگه عابد را ببینه که او از اکد زیاد عبادت میکنه، تم در جذبه بیایی خوب زیاد عبادت بکنی، یه هم به اخلاص تو کدام منافاتی نداره. مثلا امرای تو در اتاق یک طالب یک جای شد، او شب میخیزه تهجدم میخوانه، روزی دوشنبه پنجشنبه روزم میگیره، تم به جذبه آمدی برادر شیر مرم بیدار کدی و مامه میکاره شروع میکنه، اینه دیگه تم شروع کردی، ای به اخلاص تو کدام منافاته نداره. یا تو میگی مازی چی کم است، من باید تو کار خیر بکنم، ای به اخلاص کدام منافاته نداره. الله تعالی می فرمایه فاستبقوا الخیرات، استبق یستبق استباق باب افتعال است،
مسابقه کردن پیش شدن از یک دیگه پیش شوین فی الخیرات در کارهای خیر. یه یکی از دیگه پیش شدن است، یه امر مرغوب است. الله بیان امور آخرت را میکنه، باز میفرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این امور آخرت باید مقابله بکنه، مسابقه بکنه، المتنافسون مقابله کننده. ما بین صحابه امی تقابل بود، امی تسابق بود، تنافس بود. عمر رضی الله تعالی عنه همیشه قسم میکرد که از ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش شود. میگه یک بار نبی علیه السلام دعوت کرد که شما کمک بکنین، به اصطلاح چنده بیارین به خاطر جهاد و به خاطر مجاهدین. میگه در این وقت من بسیار مالدار بودم. عمر رضی الله عنه میگه، میگه من برای خود گفتم که تا به حال خو از ابوبکر پیش نشدی، اگر پیش می شدی بس امیم روز پیش می شی، خوب مال داری. میگه آمدم به خانه خود، هر چیز را نصف نصف کردم. مثلا دو تا اسب بود، یکش یک طرف یکش دیگه طرف. دو تا شتر بود، همون تو مثلا چهار تا کاسه بود، دوش یک طرف دوش دیگه طرف. مثلا دیگه پیاله بود و هر چی که بود، کل گیر نصف کردم، نصفش آوردم پیش نبی صلی الله علیه وسلم. او برام گفت، میگه او عمر در خانه چیزی ماندی؟ ما گفتم بله، نصفش ماندم نصفش آوردم. خوب دیگه مدر با اصلاح صدقه کافی بود. میگه حالا دیگه منتظر هستم که ابوبکرم یک چیز میاره، شاید صدقه مازو که در اضافه شود. میگه ابوبکرم آورد. نبی اسلام برش گفت، میگه او ابوبکر در خانه چیز ماندی؟ میگه بله. میگه چی ماندی؟ میگه رضای الله و رضای رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کلگی خانه را چی کرده بود؟ جارو کرده بود. عمر گفت، میگه من برای خود فیصله کردم که از این مردکت تو پیش شده نمیتوانیم. یه تسابق در افعال خیر، یه با اخلاص کدام منافاته نداره، یه امر ممدوح است و یه الله امر کرده، یه صفت صحابه است. در کارهای خیر یکی از دیگه پیش شدن به کار است. دیگه کالای خوشنمای، اموتو بوتا و پایزارو یا خود را خوب به طریقه سنت جور کردن، عطر زدن، خود را پاک نگاه کردن، این با اخلاص کدام منافاتی نداره. این تو نیست که تال خود را به سنت برابر کنی، خوب لنگی باشه و خوب کالا باشه، خوب این تو نه که اینه سیل کری یا کار نه، همی خودش سنت است، همی خودش اخلاص است. این تو نشوه که تو همون تو دیگه شدل پدل بگردی و پاچه که بالا و دیگه پایین و کالا مچرک و چی موله ریاکاری نمی کنی. معنای ریا را نمی فهمی، امی ریاکاری این تست. تو باید خود به سنت برابر بکنی. از طهور و شطر الایمان، طهور یه جز ایمان است یا شرط ایمان است یا نصف ایمان است. یه تو چی میگی که من خود باید نمی کنی؟ نه، کالای آدم باید پاک باشه، به سنت آدم باید برابر باشه، خوب عطر زده باشه، هیئت و صورتش تو باشه که مردم از این نفرت نبکنه، مردم با او رغبت بکنه، یه را خوش بکنه. یه خوب گپ است، یه با اخلاص کدام منافاته نداره، بلکه یه دلالت به مصفایی باطنی میکنه. شما ببینید خربوزه و تربوز و کیله و مالتا که از بالا جور باشه، داخلم چی میباشه؟ جور میباشه. اگه از بالا داغی باشه، بوی مویش خراب باشه، در مابینم باز مزه نداره. خود آدم باید پاک نگاه بکنه، خوب خوشبویی استعمال بکنه، بس تو طریقه سنت نگاه بکنه. ای با اخلاص کدام منافاته نداره. ای تو نیست که تو ریاکاری میکنی، تو با مردم خود نشان میدی. و با مردم خود نشان نمیتون، ما مطابق سنت عمل میکردم. نبی علیه السلام در صفاتش میگه که در راه میرفت، از او را کی تیر میشد و دیگه کس از او را میرفت. نبی اسلام از او کوچه و از او را تیر شده میبود. میگه دیگه مردکه که تیر میشد، او میفهمید که از او را نبی علیه السلام تیر شده، از وجه خوشبویی، از وجه آثار خوشبویی در او را میمان. یا خود طبعا الله تعالی برش امود تو صفت داده بود، اگه طبعا داده بود خود دیگه کمال شد. اگه این کمال نمی بود به نبی اسلام الله اعطا نمی کرد. یا خودش آنقدر خوشبوی استعمال می کرد که از را تیر می شد آثارش می ماند. اگه خودش یه قدر استعمال می کرد با سنت شد.
اگر الله به این صفت داده بود، بس یک اکرام بود، یک صفت خوب است. اگر به ما الله نداده خوب، باید کمالی خوب بکنیم از دیگه طریق. یا خود نبی اسلام آنقدر خوشبوی استعمال میکرد، پس باز خسونت شد. دیگه بسلام. آن چیزی که با اخلاص منافات نداره، او پت کردن گناه و عیوب خود است. این مشکل اکثر در نوجوانای لوبالی می باشه. میشینه بگوی دیگه امروز دیگه بسیار دیگه خود را به اصلاح ریاکاری نکنیم دیگه. بزرگ نیستیم از خود بزرگ جور کردیم. میگیم دیگه که چی کردیم امور را میگیم. بازو یکی میگه ما خاله ای تو این کار کردیم. و دیگه میگه ما خاله ای تو کردیم. و دیگه کلی که قصای خود را میکنیم. و یکی میگه ما خود نکنیم. ای ریاکار ای سهل که ای تو دروغ میگی. ما خود را خوب میشناسم. آلی جام رو برای ما خود بزرگ بزرگ تراشی میکنی. بگو گناهی تا بگو. نه. انسان است. با انسان شیطان است. نفس است. و دیگه می کمزوری بشری است. اگر از کسی یک گناه صادر شوه او را باید آدم پت نگاه بکنه. ای تو نیست که با اخلاص تو آلی تو ریاکاری میکنی گناه خود را پت میکنی. گناه پت کردن ای خودش یک امر ضروری است. مثل که الله ما و شما را رسوا نمی کنه، کدام گناه که در کدام وقتی از ما سر می زنه الله تو نمی کنه که در پیشانی ما نوشته کرده که این کار کرد. الله تو نمی کنه که سر دروازه ما نوشته کنه، سر دروازه خانه و اتاق و دیگه، یا در پشت کله ما نوشته کنه که این فلانی برخیست. ای تو نمی کنه. پس که الله تو را رسوا نمی کنه بایی که الله به تو علم داره، تو باید خود را رسوا نبکنی. ای گناه خود را نگفتن ای با اخلاص منافات نداره. آدم باید عیوب و گناه خود را پت بکنه. در حدیث شریف میه نبی علیه السلام ارشاد میکنه کل امتی معافن، همگی امتی ما معافست. معافست از بد گفتن. ما باید بدی هیچ کسی را نگویم. ما حق ندارم بدی ازی را بگویم، بدی ازی را بگویم. و حق نداره بدی ما را بگویم. کلگی بنده های الله معاف است، بخاطر که الله برش معافی کرده. حالی الله به گناه ما و شما خبر است که ما چی کردیم. الله چرا ما را رسوا نمی کنه؟ خب ما معافی میکنه. خیلی تو کی هستی که ما را رسوا میکنه؟ تو حق نداری که گناه ما را ذکر بکنی. الله ما را معاف کرده، تو ما را رسوا میکنه. کل امتی معافن، کلگی امتی ما معاف است، الا المجاهرین، مگر او کسای معاف نیست که او گناه را بالجهر میکنه. و این من المجاهرت، یکی از مجاهره، یکی از اعلان به گناه این است، ان یعمل الرجل باللیل عملا، یک کسی از طرف شب یک گناه بکنه، ثم یصبحو، باز که در صبا داخل میشه، در حالی که وقت ستره الله علیه، الله به او پرده انداخته بود، فیقول، ای خودش میگه، یا فلانو، او فلان، عملت البارحة کذا و کذا، ما خویم شب ایتو ایتو کار کردم. کلگی پرده خود از جان خود دور میکنه. وقد باتا، یقینا شب تیر کرده بود. یستره ربه، پروردگارش او را پوشانیده بود. و یصبح، در صبح که داخل میشه، یکشف ستر الله عنه، پرده الله را از خود دور میکنه. این مردم معاف نیست، یره الله تعالی جزا و سزا میده. دیگه کلگی امتیای نبی اسلام معاف است. اگر یک گناه و دو گناه میشه الله را رسوا نمیکنه، این باید سر خود پرده بیاندازه و این بفهمه که الله به ما معافی کرده. اگر نمیکرد مرا رسوا میکرد، کلگی دنیا را سر ما خبر میکرد. این امتیا معاف هستند، این باید نه خودش گناه خود بگوید نه مردم گناه زیر کسی بگوید. این کارایی شد که با اخلاص منافات نداره. علامات اخلاص، ما چی وقت میفهمیم که ما در عبادت و اطاعت خود اخلاص داریم و چی وقت بفهمیم که ولا اخلاص ما کمزور است؟ اول، التحرک لاعمال الدین، اگر در تو جذبه کارهای دین بود، کار دین را خوب به شوق و به ذوق میکردی، پس بفهم که تو اخلاص داری. که در کارهای دین سستی نمیکردی، تنبلی نمیکردی، مثلا آذان میشه خوب به شوق از بستر خود میخیزی، وضو میگیری، به نماز میی، این تو نیست که تو را یک بار یکی بیدار کنه که او بر درس باز بفتی، باز دیگه برادرت بخیزانم، باز دیگه طرف بفتی،
باز و جماعت میره تو بازم دم جای خود افتید است. او بچه جماعت خوانده شد نماز رو بخوان. برو خیال خوانده شد دقیقه خواب کنیم. آخر آفتاب میبراید. معلوم شد که امرای پروردگار خود اخلاص نداره. جذبش کمزور است. در تو اگر جذبه بود، حرکت بود و شوق بود به کارهای دین، یه دلیلی تو است. یه دلیل است برای تو که والا من اخلاص دارم. این جذبه است در من. این حرکت است، تحرک است، شوق است. یک دوم. ان یکون عمل سر اکبر من عمل العلانیه. کسی که در پت بسیار عبادت میکرد نسبت به آشکارا، یه سر خود بفهمه که والا من بسیار مخلص اخلاص اون موجود است بخیر. بخاطری که در پت بسیار عبادت میکنم، از آشکارا کرده. در پت بسیار خشوع و خضوع میکنم. مثلا در جماعت نماز میخوانه خو گریه نمیکنه. که تهجد میخوانه باز گریه میکنه. این باید بفهمه که من چی دارم؟ اخلاص دارم. چقدر که آدم در خلوت جذبه و حرکت زیاد بود، یه بسیار اخلاص دارم. یه علامه اخلاص است. از صبر و تحمل و و تو اگر در راه دین تکلیف آمد، تو صبر کردی، تحمل کردی و کسی یاد نکردی، این دلیل است که تو الان بسیار اخلاص داری. مثلا علی طالبی میکنی، پیسه نیست، خرچه نیست، پیسه صابون هم نیست، پس گزاره روان است. کدام روزی کسی پیسه داد؟ خود تو با کس ذکر نمیکنی. عزیز بفهم که تو امرای الله اخلاص داری. بخاطر یه حالت خسره تو الله آورده. تو که با غیر الله شکایت نمیکنی، معلوم است که با الله چی داری؟ اخلاص داری. الحرص على اخفاء العمل. کسی که با اخفاء عمل خود کوشش بکنه، مثلا تو میخیزی از طرف شب بیک پشوی بکنیم روزه بگیریم، حالی که تو بخیزی دیگه چای پخته میکنی و ترکاری را گرم میکنی، چقدر تق و تق میشه و درز و درز جور میشه. نه، بیایم کم در نان خشک پد کو و شب میخیزیم و نو یک پیاله آب میگیریم، اموجه تا تاریکی پت پت میخوریم، میگه صبح روزه میگیریم. چی چای خود چی فرض نیست؟ نه ترکاری فرض است، بس امو تو کردیم. یا بیخی از اینان دسترخانم نگرفتی که یا نبینم، برو ولی یک بسکوت میگیریم، هم یالی را میخفتن بس در جیب خود میاندازم، شب بازی را میخورم. این صبح هیچ کسم خبر نیست که وقت نان شو، ما امروز نان چندان اشتیای ما نمیشه، مطالعه ماندم. حال یه بفهم که بسیار اخلاص دار. و یه که شب بخیزه و چای جوش و تق و تق است و علت و نام تخمه بیار و بچه روغن چی کردی، یه رسیل که کلگی خواب استن و ما این روزه میگیریم، تو روزه گرفتین تو خواله که بدای الله گرفته باشی. چقدر که آدم عمل خود را پت میکرد، در خفیه خفیه میکرد، کسی را خبر نمیکرد، دی بسیار اخلاص دار. و بسیار براز و دروز که جور کرده باشه و هر طرف کلگی دنیا را خبر بکنه دیگه. ایتو است. اتقان العمل فی السر. عمل کس در خفا در پوتیم بسیار محکم باشه. مثلا حضور مردم که باشه دو رکات را در 3 دقیقه میخوانه و که مردم نباشه باز دو رکات را در 2 دقیقه میخوانه. یکی بر 5 کم شد. چقدر کم شد؟ یکی بر 5. در حضور مردم در 10 دقیقه میخوان که تنها شد، در 2 دقیقه میخوان، یک رکعت یک دقیقه. عالم این بفهمه که ولا در عبادت ما کمزوری است، در اخلاص ما چی است؟ پیش مردم یک حالت است، در خلوت دیگه حالت است. اگر بالعکس بود، بالعکس این مطلب نه که پیش مردم زود زود میخوانه، نه، پیش مردم با طریقه یا عادت میخوانه دیگه و که تنها شد باز خوب با خشوع و با خضوع و گریه و دیگه، یه باز علامه اخلاص است. الاکثار من العمل فی السر، که عبادتش در سر بسیار باشه، یه علامه اخلاص است. هفتم، که در عبادت ازی تفاوت نبیاید نسبت به شرایط و نسبت به اشخاص و نسبت به اوقات و نسبت به زمان. مثلا یک مدرس است، این اخلاص داره. ای تو نشوه که دو طالب بر ششته باشه و سبق بخونه بریم کار شد دیگه، الان الان بریم 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 سبق شد. ای تو 50-60 نفر باشه باز دیگه تقریبی به نظیر شروع کنه. یا مثلا اگه بسیار طالبا بود خوب سبق میخونه، اگه کم بود
خوب نمیخوانه. یا اگر یک طالب مالدار بود، پدر و پدر کلانش خوب مال داشت، برای از او سبق میخوانه، برای از او داخله میباشه. و اگر یک غریب بچه و یتیم بچه بود، او بیچاره نه داخله برش میتونه نه برش سبق میخوانه. مثلا نالی 4 ماه 6 ماه سبق خوانده شده، یک مالدار بچه خود بیاره ایره در مدرسه شامل کن، او میگه وقت نا وقت است و بسیار وقتم دیر شده، مکتبام شروع نشد. ما گفتیم بس به مدرسه بخوانه، چطور میشه حال خود داخله بسیار وقت دیر شده؟ این میگه بس دیگه یک کوشش میکنیم، الله مهربانه دیگه، یک نفر دو نفر خود انشاءالله جای پیدا میشه، چرا نی؟ آه که شما ای تو شوق دین کرده، او جا پدرش مالدار است دیگه، شاید کدام چنده منده بیاره. و دیگه غریب که میای، ولا ما خو ناوق شدم رام بند بود، او جا دیگه پدر ما وفات کرده، همون مصروف بودیم تا که همون خیرات مهرات فارغ میشدیم، باز پاسپورت بود، ویزه بود و چیزا کد، اینو ناوق شدیم. اینو ناوخ شدیم، این وقت داخل است، 6 ماه تیر شده، حالی برای ما داخله 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 برو دیگه، حالی داخله نیست، او غریب و بازی تو بید. یه علامه این است که تو اخلاص نداری. اگر معامله تو با الله باشه، باز او تو نمی کنی دیگه. تو چه خبر داری که الله با کدامی که خوش میشه؟ با بچه مالدار خوش میشه، با بچه فقیر خوش میشه؟ شاید من بچه فقیر چی شود؟ بسیار خوش شود. در عمل تو که تفاوت نمی آمد نسبت به اشخاص و به ازمان و به امکنه، پس دو بفهمیم که تو اخلاص داری. و اگر در اعمالت فرق آمد، در یک جای یک قسم بودی، در دیگر جای دیگر قسم بودی، دروی بودی، معلوم است که اخلاص نیست. قامی جربست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. یا الله بیانات در حضور خود قبول و منظور بفرما. اگر کدام صح و زیادت نقصان شده باشه، یا الله تو به ما عفو بکن. یا الله اول مرا بازن کلگی برادران بیانات عمل توفیق عمل نصیب بکن. یا الله سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بگردان. در افغانستان در همه جهان نظام اسلامی و امن و امان قائم بکن. یا الله مجاهدین اسلام حفاظت شه بکن، بندیای اهل اسلام به خیر عافیت به خانشان بگردان. شهدای اسلام و شهادتشان را به حضور خود قبول و منظور بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. و صلی الله تعالی علیه و سلم.